سلام به همگی، صوفی هستم و به کانال من خوش اومدید. برگشتم با یه ویدیو دیگه. طبق معمول صبح وقتی از خواب بیدار میشم اول پوستم رو تمیز میشورم، همچنان سرم ویتامین C رو استفاده میکنم برای آبرسانی پوستم و همین که پوست رو سفت میکنه. وقتی میزنید سعی کنید ماساژ بدین همیشه پوستتون رو. بعد از اینکه صورتم رو شستم و مراقبت های کوچولویی که به صورت روتین و روزانه استفاده میکنم و میزنم به پوستم، میخوام امروز یک کار جدید انجام بدم. از اونجایی که من خیلی دوست دارم چیزهای جدید رو امتحان کنم یا هر چیزی رو خودم به وجود بیارم، برام لذت خیلی بیشتری داره، میخوام امروز کره درست کنم. نمیدونم تو الان امتحان کردید یا نه، برای من اولین باره و خیلی خیلی خوشحال میشم اگه بتونم اونجوری که باید درستش کنم. خلاصه بریم با هم دیگه تا بهتون نشون بدم چجوری کره رو درست میکنم. برای درست کردن این کره‌ای که میخوام بهتون بگم کلن 10 تا 15 دقیقه زمان بیشتر نیاز نداریم. از سرشیر یا کرم فرش که 40%، 30% هم میشه، 40% خیلی عالی تره، خامه‌ای هستش که میزنیم برای خامه‌ای که حتما باید زده بشه تا فرم خامه بگیره و برای شیرینی پزی استفاده میشه، برای روی کیک استفاده میشه. ولی این بار من میخوام با این خامه مایه یا سرشیر، نمیدونم واقعا چی بهش میگیم، به اسم کرم فرش فکر میکنم همه تو هر کشوری هستن میتونن خیلی راحت پیداش کنن، میخوام از این کره بگیرم. حالا چطوری؟ خیلی ساده است. بریزینش توی همزنتون، چه همزن دستی باشه چه همزن برقی خودکار باشه هیچ فرقی نمیکنه، دستی باشه، فقط شما حدود 10 دقیقه باید اینو توی دستتون داشته باشین و به همش بزنید. میریزمش توی همزن روی تقریبا شماره 3 یا 4 میذارمش و همینطوری مدام بهش سر میزنم. تقریبا 10 دقیقه به هی نگاش میکنم که ببینم چه شکلی میشه، چون همونطور که بهتون گفتم اولین باره و تجربه‌ای که من الان اولین بار دارم به دست میارم. الان رسیدم به اون مرحله‌ای که خامه کاملا سفت میشه، فرم میگیره و اینو الان برای شیرینی پزی میتونین خیلی قشنگ برای کیکتون، روی کیکتون و داخل کیکتون استفاده کنین. ولی اینجا هیچ کاری نمیکنیم، دوباره ادامه میدیم، دوباره همزن روشن میکنیم و میزنیم و میزنیم و میزنیم. میبینید یه مقدار خامه شکل رنگ زرد گرفت به خودش، ولی بازم کافی نیست، انقدر باید بزنیم تا شیر ازش جدا شه. یعنی در واقع آب میندازه. وقتی که دارید به همش میزنید کاملا میبینید که یه مایه سفید رنگی مثل شیر داره ازش جدا میشه. الان کم کم دیگه داره سفت میشه، ولی هنوز به مرحله کره نرسیدیم، دوباره ادامه میدیم و همش میزنیم. الان دیگه تقریبا مرحله آخره، یعنی اینجایی که داریم هم میزنیم دیگه خیلی شبیه به کره. بله ببینید کاملا شیر ازش جدا شد و کرش رو گرفتیم. الان این مواد رو میارم بیرون، باید این مایه، این مواد زرد رنگی که کره است در واقع بیارین بیرون، ازش توی صافی بریزین کاملا آبش جدا بشه. بعد با دستتون، بهتر دستکش دستتون کنین چون کره است دیگه میچسبه به دستتون، با حرارت بعد دستتون سریع آب میشه و میچسبه به دستتون، با دستکش این کارو بکنین خیلی بهتره. انقدر اینو فشارش بدید یا ورزش بدید تا کاملا اون آب یا اون مایه ازش جدا بشه، چون اگر این کار نکنید دو روز بعد کپک میزنه و دیگه نمیتونید استفادهش کنید. حتما باید یا توی پارچه بریزید و مدام این کار انجام بدید تا آب ازش جدا بشه، یا همین الان توی مرحله صافی این کار بکنید، خیلی بهتره، خیالتون راحت‌تر. اگر توی پارچه یا توری مثل قدیمی ها بریزید و اینو انقدر فشارش بدید تا از همه لحاظ ورزش بدید تا کاملا هرچی مایه هست جدا بشه. مرحله بعدی توی ظرفی آب بریزین، یخم بریزید، خیلی سرد باشه و کرهتون رو بذارید توش.
کره رو بذارین داخلش، همچنان ادامه بدین، ورزش بدین و هر فرم و شکلی که میخواییم بهش بدین بعد از اینکه سرد بشه میتونید بهش بدین. من گذاشتم توی یخ آب سرد بمونه که یه مقدار سفت بشه، چون همونجور گفتم حرارت دست باعث میشه که این کره یواش یواش آب بشه. وقتی که سفت شد دوباره شروع کنید ورزش بدین یا بهش فرم بدین و آماده است برای اینکه بره توی فریزر. استفاده از این نوع کره هایی که توی خونه درست میکنید خیلی خیلی بهتره که اگر مصرف زیادی نداریم به صورت نرمال مصرف میکنید بذاریدش توی قالب، بذارید توی فریزر، هر بار که میخواین استفاده کنید بیاریدش بیرون و ازش یه مقدار بردارید، یا توی قالب های کوچولو کوچولو بزنید بذارید توی فریزر و هر بار که میخواین استفاده کنید از توی فریزر درش بیاریم. بهتره که توی فریزر بمونه که توی یخچال کپک نزنه. همونجور که بهتون گفتم تقریبا خونگی دارین درستش میکنین، مواد نگهدارنده اضافه بهش زده نشده و خیلی عالی تر اگر توی فریزر بمونه. چه عطری داره بچه ها، فوق العاده است. توی این مرحله من میذارمش توی این کاغذهای فر، تقریبا یک ساعت توی فریزر موند، حسابی خودشو گرفت، درش آوردم که یه سری بهش بزنم ببینم چطوریه. یعنی من هر چقدر از عطر و طعم این کره بهتون بگم کم کنم. امیدوارم شما هم درست کنید و نوشه جان کنید. مرسی که با من نگاه کردید و تا ویدیو بعدی خدافظ.